دوستان عزیزم سلام، ممنونم که این ویدیو رو تماشا میکنید و من خیلی خوشحالم که این کلاس های آموزشی، این جلساتی که آپلود کردم براتون، هم برای تار و هم برای ستار خیلی مورد استقبال قرار گرفت و باعث شد من بتونم دوستان زیادی پیدا بکنم و لطف داشتم همراهی کردم و همچنین زیر پست ها، زیر ویدیو ها، کامنت هاشون رو، سوالاتشون رو به صورت کامنت میپرسیدم. به خاطر همین من لازم دونستم ما بین جلسات قبل از اینکه بخوام مثلا برم جلسه بعدی آموزش ستار یا جلسه بعدی آموزش تار، حتما یه ویدیو بذارم که به این سوالات جواب بدم، چون احساس کردم که اگر جواب سوال رو نگیرن دوستان، این که بخوان برن درس بعدی براشون بسیار سخته و خب بعضی از سوال ها هم خیلی رایج بود بینشون. یعنی من چند بار دیده بودم که چه هنرجوهای تار چه هنرجوهای ستار می آمدن و همون سوالات رو به صورت مشترک می پرسیدن. یکی از سوالاتی که خیلی پرسیده شد این بودش که وقتی که ما راجع به پوزیسیون های مختلف صحبت کردیم و تغییر پوزیشن ها، یعنی به عنوان مثال تصور بکنیم ما الان توی پوزیشن ره هستیم یا توی پوزیشن می هستیم، فرق نمی کنه. وقتی که بخوام پوزیشن رو عوض بکنن، یعنی مثلا توی آهنگ مرغ سحر، چون ما حدودا تا اونجا پیش رفتیم و البته نه، برای ستار دستگاه ماهور رو تمام کردیم و حالا میخوایم دستگاه شور رو شروع بکنیم و من لازم میدونم که یه سری توضیحات تئوری براتون اونجا حتما قبلش بدم، قبل از اینکه بخوام یه دفعه وارد دستگاه بشم، چون دستگاه شناسی خودش یک دنیای پیچیده ای هستش. حالا برگردیم به سوالمون، این بودش که وقتی میخواستن پوزیشن رو عوض بکنن، خیلی میگفتن برامون سخته که از مثلا پوزیشن ری یه دفعه بریم توی پوزیشن می. بله، این اتفاق یه پروسه بسیار سخت و زمانبر هستش برای هنرجوهایی که تازه کار هستن و این اتفاق طبیعیه. یعنی به این صورت نیستش که مثلا فرض بکنید که فقط برای شما پیش اومده یا اینکه سازی که انتخاب کردید خیلی سخته، نه، این اتفاق توی ستار میفته، توی تار میفته، توی دوتار، توی تنبور، توی باقلاما، حتی توی ویولون، توی پیانو وقتی میخواییم دست رو عوض بکنیم، این یه اتفاق بسیار رایجه. حتی شما اگر تایپ هم بخواید بکنید، همون اوایل، حالا الان به خاطر اینکه خب تکنولوژی بیشتر در دسترس هست و از سنین پایین‌تر بچه ها شروع میکنن، آشنا میشن و تقریبا مثلا صفحه کیبورد گوشی ها همون فرمت رو داره، حالا در سایز بزرگتر برای کیبورد هایی که لپتاپ هستن و پی‌سی ها، اینها همون اول یه مقدار سخته و این یه چیزی هستش که هر چقدر که شما بیشتر تمرین بکنید برطرف میشه. من فقط این رو خواستم حتما بگم که این تصور پیش نیاد که مثلا شما دارید بد تمرین میکنید یا شما استعداد کافی نداریم، یا اینکه شما حالا مثلا سنتون مقدار، اگر افرادی که سنشون بیشتر هست، این تصور براشون پیش نیاد که مثلا من دارم راه رو غلط میرم به خاطر اینکه برام سخته. و بارها و بارها اشتباه پیش میاد، چون موقعی که شما دارید تمرین میکنید، حالا فرض کنید توی یه قطعه یا توی یه اتو، وقتی که دارید تمرین میکنید مسلما سرعتتون پایین تره و میتونید به خودتون زمان بدید، میتونید پاس بکنید، ولی وقتی که دارید یه قطعه رو می‌نوازید و مثلا تمرینتون تمام شده و الان دارید قطعه رو می‌نوازید، خب لازمش اینه که سرعت دستتون هم بالاتر بره و این وقتی که سرعت دست بالاتر میره قاعدتا این اشتباه ها پیش میاد. من خواستم پسرم آقا جنیکم معرفی بکنم که الان اومد پیشم، چون وارد دوربین شد خواستم بهتون معرفیش بکنم. و بله، این مسئله که وقتی شما دارید توی قطعه تمرین میکنید، این مسئله حتما پیش میاد. یعنی به این صورت نیستش که چون ممکنه اینطوری بهتون میگم، ممکنه شما وقتی دارید تمرین میکنید، نه اینکه قطعه میزنید، دستتون خیلی خوب باشه. دلیلش هم این هستش که سرعت رو شما تحت کنترل دارید و تمام تمرکزتون روی 3-4 تا نوته، ولی وقتی دارید یه قطعه رو میزنید تمرکزتون مسلما روی سرعت، روی
عوامل روی ریتم، روی تمپوه، روی نوت‌های، روی انگشت دست راستتون، روی دست چپتون، به خاطر همین یه دفعه مشکل پیش میاد و این یه اتفاقیه که شما یک سال اول، یک سال و نیم اول، حتی دو سال، اینا همه بستگی به تمرینتون داره و اینکه به چه حالتی دارین جلو میرین، این مسائل پیش میاد و تنها چیزی که کمکتون میکنه که پیشرفت بکنید و اشتباهات رو به حداقل برسونید تمرین کردنه و اینکه به خودتون خیلی سخت نگیرید. من نمیگم که مثلا پیش خودتون میگید نه اشکالی نداره، اصلا مهم نیستش که من این نوت رو، از لحاظ روند یادگیری اگر بخواید در نظر بگیرید نه هیچ اشکالی نداره، ولی خب مهم اینه که شما اون رو متوجه بشید که مثلا یه جای کار احتیاج به تمرین بیشتر، یعنی این رو متوجه بشین و اینکه به خاطرش تمرین بکنید، نه اینکه به خاطرش ناامید بشین، منظورم این هست و حتما این کار رو بکنید و بدونید که این یه چیز طبیعیه. حتی من فکر نمی‌کنم افرادی که نبوغ داشتن مثل بتهوون و موسیقیدانای بسیار بزرگ هم اینطوری نبوده که مثلا نشسته باشن پای پیانو و یه دفعه از یه جا بیاد و بزنه. اونها هم تمرین کردن ولی خب مسلما روند یادگیریشون و سرعت پیشرفتشون متفاوت‌تر بوده، ولی اونها هم همین مشکلات رو، همین چالش‌ها رو داشتن و حتی به شاگردان خودشون هم که می‌خواستن تدریس بکنن لزوما، چون اونها پیش مثلا بتهوون یا پیش موزارت می‌رفتن یاد می‌گرفتن، این نبوده که همه‌شون بخوان موسیقی‌دان بزرگ بشن، چون اگر اینطوری بود ما یه لیست سراسر از تمامی شاگردانی که با اونها کلاس داشتن رو دریافت میدنیم به عنوان موسیقیدان های بسیار حرفه‌ای، ولی میبینید به تعداد انگشت شمار هست و این رو خواستم بهتون بگم که اصلا ناامید نشید. پس یکی از اشتباهات این بود که میامدن و گفتم وقتی ما میخواییم پوزیشن رو عوض بکنیم از ریتم میفته، یا اینکه دستمون رو روی نوت اشتباه، مثلا من با یکی از دوستان که به هم ایمیل زدم گفتم من موقعی که از روی پوزیشن ره میخوام برم روی پوزیشن می، چون هول میشم و میخوام سریع انجام بدم، دستم رو به جای می به کار میذارم روی می کنم. خب این خیلی طبیعیه اوایل که پیش میاد. تنها کاری هم که شما از دستتون برمیاد تمرینه و پیشنهاد من برای تمرین این هستش که با سرعت بسیار کم تمرین بکنید، نه حتی فقط در حین تمرین کردن حالا اتود یا هر چیزی، بلکه برای نواختن قطعه. مثلا من همیشه به هنرجوهای خودم میگم که اون دوستانی که با من آنلاین کلاس دارن بهشون میگم که من اصلا برای مهم نیستش که شما مثلا قطعه جان مریم رو، قطعه گل پامچال رو چطور با چه سرعتی میخواییم برای من بزنید، خیلی آهسته بزنید، هیچ مسئله نداره. تنها چیزی که برای من مهمه ریتمشه، یعنی اگر شما اون رو بستش دادین، یعنی ریتمش رو، تمپوش رو پایین تر رو وردین در سراسر قطعه اتفاق افتاده باشه. اینطوری نباشه که مثلا یه قسمتش آهسته تر اجرا بشه و یه دفعه تون بشه دوباره باز آهسته انجام بشه، همش به یک میزان باشه، تمپو دقیقا به یک میزان باشه و اصلا سرعتش مهم نیست. بنابراین موقعی که شما هم اگر که این رو هم اضافه بکنم، اگر شما دارید با یک استادی کار میکنید که کارش اصولی باشه، هیچ وقت شما رو در فشار این نمیذاره که بخواید سرعت دستتون رو بالا ببرید، چون سرعت دست یه روند طبیعیه که طی سالیان خودش اتفاق میفته، ولی اگر نوت اشتباه زده بشه اون چیزیه که بعدا اصلاح کردنش یه جورای محاله، ولی سرعت یه اتفاق طبیعیه. مثل اینکه مثلا آشپزی بخوایم بکنیم، اوایل ممکنه که خیلی ظرف استفاده بکنیم، خیلی طول بکشه که بخوایم یه غذا رو درست بکنیم، ولی به ترتیب مثلا یه غذا رو چند بار که درست بکنیم سریع‌تر اتفاق میفته و دیگه شاید خیلی لازم نباشه از پیمانه استفاده بشه و اندازه‌گیری ها دیگه اتفاق میفته به صورت طبیعی. موسیقی هم دقیقا همینه و مهم اینه که شما اون بیس رو بدون ایراد یاد بگیریم. چطوری میتونید بیاد بدون ایراد یاد بگیریم؟ با کم کردن سرعت و با تمرین بیشتر. بنابراین نه تنها که در حین تمرین سرعتتون رو بیارید پایین تر، بلکه اجرای قطعه هم با سرعت
پایین‌تر انجام بدیم. و اگر حالا استادتون یا اطرافیانتون اونایی که دارن گوش میدن، چون معمولا اطرافیان ما متاسفانه خیلی بی‌صبرن توی پیش رفت ما و فکر میکنن که یه جای کار همش میخوام بگم که چون برای من هم پیش اومده، دارم بهتون میگم مثلا میگم خب پس کی میزنی؟ کی آهنگتون میزنی؟ چرا پس آهنگ هنوز نمیتونی بزنی؟ نه تندتر بزن، اونجاش اینطوری نه. در صورت که ممکنه اون شخص اصلا خودش اطلاعاتی نداشته باشه، یعنی مثلا بخواد شما اصلاح بکنه، بگه اینجاش اینطوری نمیگه اونطوری، ممکنم حرفش درست باشه ولی ما داریم قدم به قدم پیش میریم. پس اجازه ندید که اطرافیان بودون تاثیر بذارن، یا اگر استادتون خواست سرعتش رو بیشتر بکنه اتفاقا بهشون بگید که من بیشتر برای مهمه که یاد بگیرم و بعد سرعت رو بالا ببرم، ولی این تمپوی هستش که من توش اعتماد به نفس رو و احساس راحتی میکنم. بنابراین سرعتتون رو همینطوری بالا نبرید، اصولی بالا ببرید. خب این یه نکته در مورد تعویض پوزیشن. یه سوال دیگه ای که خیلی خیلی زیاد چه هنرجویانی که به صورت آنلاین با من کلاس دارن، چه هنرجویانی که به صورت حضوری با هم کلاس دارن، و چه پست هایی که میذارم، اون ویدیو هایی که میذارم، کامنت هایی که زیرش برای من مینویسن، این هم یه سوال خیلی رایج بود، چه توی تار چه توی ست. خب سوال این بود، من وقتی که میخوام دستم رو روی انگشتام رو یه پوزیشن بذارم، برام خیلی سخته که انگشتام رو نگه دارم. مثلا وقتی که روی پوزیشن ره هستم، انگشت یک رو میذارم روی ره، انگشت دو رو میذارم روی می، ولی وقتی سه رو میخوام بذارم روی فا، انگشت یک میاد پایین یا باید برش دارم، وگرنه انگشتم رو میرسم. فکری هم که اکثرا میکنن این هستش که من انگشتام ایراد داره، من انگشتام کوتاهه، انگشتام باریکه، دستم به درد ساز نمیخوره. و متاسفانه یه ایرادی رو که یه چیز اشتباهی رو که مثلا من نمیدونم از کجا باب شده، ولی خیلی قدیما یادم میاد مثلا گفتن اونایی که انگشتان درازتری دارن به درد پیانو، در صورتی که اصلا یه همچین چیزی نیست. حتی ما میبینیم بچه های خیلی کوچیک با دستور که مسلمان انگشتاشون خیلی کوتاه‌تر ولی دارن پیانو میزنن، یا حتی افرادی که معمولیت دارن با یه دست یا حتی با پا مثلا دارن گیتار میزنن. و اینها چیزهایی نیستش که من انگشتم کوتاهه یا من انگشتم میاد داره، نه، انگشت همه به یه اندازه است، یعنی انگشت آدم ها استاندارده. به همین خاطر هم پس مثلا وقتی میخواین حلقه بخرین، انگشت رو بخرین، مثلا میگن سایز 8 سایز 7، چون یه سری سایزهای استاندارد وجود داره. حالا ما اون رو گفتیم بر مثلا انگشت برای دور هست، ولی در کل مثل لباس بدن، مثل لباسایی که میخرین مثلا میگن سایز اسمال، مدیوم یا لارج، اکسترا لارج، یا مثلا حالا این سایزهای مختلف از 28 هست، 30 هست، 40 هست، 50 هست. به این صورت یه چیز استاندارده. و سازهای ما هم چون اینها چیزی نیستش که همین دیروز ساخته شده باشه، این یه قدمت چندین صد ساله داره، نه تنها ستار، نه تنها تار، گیتار هم همینطور، پیانو هم همینطور، ویالون هم همینطور. و طی سالها افراد مختلفی با بدنها و با فیزیکهای مختلف، با معلولیت، با قد بلند، با قد کوتاه و همه جوره این سازها رو استفاده کردن. بنابراین انگشت‌های شما هیچ ایرادی نداره، نه خیلی کوتاهه، نه احتیاج به ورزش داره و نه هیچ، البته ورزش بهترش میکنه، ولی خب هیچ مشکلی انگشتان شما نداره. انگشتان شما تازه کاره و احتیاج به نرم شدن و تمرین کردن داره. و بهترین کارش اینه که بدونه، یعنی خیلی عجله نکنه. ببینید موسیقی به خاطر همینی که در گذشته مثلا برای ریاضت یه وقتایی توی شرق دور، توی مثلا چین یا کشورهایی که حالا یه مقدار شرق دور هستن، برای ریاضت استفاده می‌شده، به خصوص سازهای بادی مثل نی، که حالا نی مشترک هست بین ایران و چین و کشورهای عربی و میدلیست و اینها، ولی خب اونها نحوه نواختنشون فرق می‌کرده. مثلا ما بیشتر با بین دو تا دندون جلو می‌زنیم، البته که لبی هم می‌زنیم، ولی مثلا شرق دور بیشتر به صورت به شیوه لبی با لب میزدن، یعنی به دندون نمیذاشتن، و چون کار بسیار سختی بود یه جوری ریاضت رو به همراه خودش داشت. توی هند همینطور، برای اینکه بتونن روحشون رو
معنوی تر بکنه. و این دقیقا همینه، یعنی شما وقتی یعنی صبر کردن رو منظورم به این باید توی موسیقی یاد گرفت. موسیقی پله پله است، موسیقی اینطوری نیستش که سریع اتفاق بیفته چون تکنولوژی توش نیست. این یه چیزیه که با روح آدمه، این یه چیزی نیستش که هم با آپدیت مثلا گوشی ها یا با این چیزها پیشرفت بکنه که بشه ساده ترش کرد. ولی البته این گوشی ها اتفاق مثبتی که افتاده انسان ها رو به هم نزدیکتر کرد و باعث شده مثلا افرادی که دسترسی ندارن خیلی جای دور بتونن خیلی راحت تر سازها رو یاد بگیرن، هنرهای دیگر رو یاد بگیرن و بگیرن. بهترین کار برای این که انگشتاتون رو برسونید این هستش که خیلی عجله نکنید که فوری مضراب بزنید. اول فقط بریم روی دست چپتون، بگیم که من میخوام امروز رو فقط اختصاص بدم به پوزیشن ر. خب حالا میشینم انگشت یکم، انگشت دو، دوباره برمیدارم انگشت یک، انگشت دو. عجله نکنید که سوم رو اضافه کنید. بعد از اینکه یک رو 20 دقیقه تمرین کردید یه استراحتی به انگشتاتون بدید، دوباره بیام خب انگشت یک، انگشت دو، انگشت سه. اگر میبینید داره میرسه پایین دستتون رو با این با کمک این دست، به خاطر همین میگم سریع عجله نکنید برید به مضراب برسید، انگشتتون حرکت بدید بیاین بالا و سعی میکنید این دستتون رو فشار بده فیکس بکنید که تکون نخوره و به همون حالت بمونید. یک دقیقه که مون انگشت دستتون رو آهسته بردارید و میبینید که به اون حالت مونده. حالا انگشت رو دوباره بردارید، دوباره بذارید، دوباره بردارید، دوباره بذارید و این کار رو یک روز امتحان بکنید. روز دوم به همون پوزیشن برگردید، یه نیم ساعتی، یک ساعتی فقط انگشت رو بذارید و بعد شروع بکنید به مضراب زدن. همین کار رو برای پوزیشن می بکنید، همین کار رو برای پوزیشن فا بکنید. و اگر ما بین کلاساتون مثلا باید تمرین بکنید به استادتون بگیم که مثلا به من تمرین کمتری رو بده به این خاطر که من مشکل دارم روی انگشت گذاری، دارم تمرین میکنم که این رو اصلاح بکنم، دلم میخواد دو ساعت مثلا یه روز در میون یک روزش رو تمرینی که شما میدین رو بکنم، یک روزش رو تمرین انگشت گذاری بکنم، چون این خیلی مهمه که اصلاح بشه. و مسلما میتونید با استادتون کار بکنید که این مشکل رو برطرف بکنید. پس عجله برای اضافه کردن دست راست نکنید. اول اجازه بدید دستتون احساس راحتی بکنه، اول اجازه بدید خیلی راحت بتونید دست انگشتاتون رو یکی یکی بذارید، یکی یکی بردارید و یکی یکی بذارید. و یه کار دیگه هم که میتونید بکنید، مثلا توی این پوزیشن هستید این دست رو به همین حالت بردارید و دوباره به همین حالت بذارید و میبینید که دوباره سر جای خودش قرار میگیره. و این خیلی اتفاق جالبیه که شما قابلیت این رو پیدا کنید که دست جای دستاتون رو، کشش دستاتون رو حفظ بکنید و اینها عوامل مؤثری هستن. پس با صبر، با تمرین انگشتاتون رو یکی یکی اضافه بکنید و ابدا سعی نکنید که سریع و تونتون پیش برید، چون تونتون پیش رفتنه بعدا اگر اصلاح نشه بعدا براتون مشکل به وجود میاره و اون موقع مثلا شما یک سال و نیم دو سال دارید اشتباه تمرین کرده بودید و الان دیگه براتون سخته که بخواید اون رو اصلاح بکنید و درست بکنید. پس این نکات رو حتما باید بکنید چون بسیار مؤثر هستن. و این دو تا سوال رو من خیلی گرفته بودم، حالا میگم چون ما خیلی خوب پیش نرفتیم و تا اوایل کلاس هست برای ستار با دستگاه مامور رو با کتاب تموم کردیم، من خواستم به این دو تا سوال حتما جواب بدم و بهتون بگم که به چه صورت تمرین بکنید و امیدوارم که این جلسات به دردتون بخوره و بتونه باعث پیشرفتتون بشه، چون میدونم با هر سختی که بخواید حالا مخصوصا توی دنیای امروز حضوری کلاس بدید و اینها و اینکه داریم لطف میکنیم جلسات رو با من پیش میرید برای من بسیار دلگرم کننده است و خیلی ممنونم ازتون. اگر که بار اولی هستش که این ویدیو رو دارید میبینید و آشنا نبودین از قبل، اگر تمایل داشتین ممنون میشم که کانال رو سابسکرایب بکنید و همراه ما باشین. ما توی کانال بیشتر سعی میکنم گروه موسیقی ارغوان هستش، من و همسرم بدونم کوچیک داریم با همی ساز میزنیم، ضبط میکنیم از اجراهامون، از تمریناتمون، از آهنگسازیامون، بازنوازیهامون و در کنارش آموزش های موسیقی تار ستار رو براتون تعلیم گذاشتم و قرار دف رو بزنید و موسیقی عرف به کودکان رو اضافه بکنم به خیلی زود
و امیدوارم که این جلسات به دردتون بخوره. اگر تمایل داشتین توی کلاس‌های آنلاین در سراسر دنیا البته به جز ایران شرکت بکنید، حتما ایمیلتون رو برای من کامنت بکنید یا اینکه بنویسید که من براتون ایمیلم رو بذارم و با هم دیگه در تماس باشیم توی کلاس‌های آنلاین شما رو ببینم. ممنون از همکاریتون. فعلا خدا نگهدار.